بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، امروز در این برنامه داستان مرد را براتون قصه میکنیم که مطمئن هستم زندگی شما را این داستان تغییر خواهد داد. یکی از شیخ های عربستان سعودی نقل میکند، میگه که یکی از روزها شخص را با کفن با پارچه سفید آورده بودند به خاطر شستشو. وقتی که چهره را دیدیم واقعا وحشت زده شدیم. بسیار سیاه و تاریک بود. خب بعدن به فکر رفتیم، گفتم شاید پوست بدنش هم اینطور باشد. وقتی که بقیه بدنش را، یعنی حالت تناسلی و بقیه مکمل بدنش را لچ کردیم و دیدیم که جلدش مکمل سفید است، ولی چهرهش به شکل مرموز و وحشتناک سیاه شده بود. خب شخصی که میخواست او را غسل بده و او را شستشو بکند، از این کار دست بردار شد و دیگرا برش گفتن که چرا این کار نمی کنی؟ گفت که این شخصی است که حتما نماز نمی خوان و او خاطر من این کار نمی کنم، من شخص بی نماز را اصلا در جانش دست نمی زنم. و دیگرا بسیار اصرار کردند و گفتند که وقت نماز است، نماز به قضایی است، باید این را شستشو بکنیم و که نماز از پیش ما قضا نشد و این کار مشکل نیست، او را می ماریم به اعمالش، خداوند متعال خودش می فهمد. یکی از اشخاص دیگر حاضر شد گیربوش یاد و بسیار با مشکلی را شستشو کرد، چرا که بدنش ضعیف شده و بسیار لاغر بود. سرانجامی که غسل داده شد، ایرا بردن به قبرستان و جنازه کردند و میخواستند ایرا دفن بکند. صحنه ای را دیدن مردم، مو بر بدنشان سیخ شده بود، دوستان، خانوادهش، تمامشان شوکه شده بودند. خب وقتی که میخواستند او را داخل قبر بگذارند، قبر در حرکت شد و بسیار زیاد کوشش کردند و بالاخره قبر او را در خود بلعید و فرو برد. چهره همه کسایی که اونجا اشتراک کرده بودند وحشت زده شده بود. همه فریاد و چیغ می زدند و گریان می کردند و عذرخواهی می کردند از الله متعال. یکی از شیخ ها متوجه شد و گفت که شاید سیاهی چهره زی ربط به اعمالش داشته باشد یا ربط به همین حالت داشته باشد، باید پرسان شود. خب این صحنه تمام شد و شیخ به خانواده از این مراجعه کرد و از او جوای احوال شد که چرا این کار شد و چی اعمالی انجام میداد. شیخ از خانوادهش پرسان میکرد که آیا این زمانی که حیات بود نماز میخوان؟ خانوادهش در پاسخ میگه که انسان خوبی بود، سخاوتمند بود، همیشه زکات میداد، همیشه سیگار میکشید و همیشه لباسهای بلند میپوشید. شیخ باز میگه که من در مورد نمازش پرسان میکنم، نه در مورد چیزایی که خودت گفتی. باز او میگفت که والا همیشه به مردم کمک میکرد و همیشه دست مردم و دست فقرا را میگرفت. شخصی بود که همیشه سخاوتمندی را از آن خود کرده بود و همیشه به دیگران کمک میکرد. شیخ باز سوال میکند که من در مورد نمازش پرسان میکنم، چرا که فرق بین مسلمان و کافر در نماز است. کسی که نماز را ترک میکند کافر شده است. سرانجام خانوادهش در پاسخ میگه که متاسفانه همه کاره بود، همه کاری که او انجام میداد مردم از او بسیار خوش بود و بسیار او را دوست داشتند، اما نماز خود را بر وقتش نمیخواند، گاه گاه اصلا نمیخواند و نماز خود را قضا میکرد. خانوادهش میگه بناهن یگانه دلیلی که من میبینم همی بود که نماز خود را بر وقتش نمیخواند، نماز خود را ترک میکرد. عزیزان بیننده، احادیث پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که نماز ستون دین است. فرق بین کافر و مسلمان در نماز است و اولین سوالی که از یک انسان در روز محشر می شود در مورد نماز است. نماز معراج یک مؤمن است. عزیزان، حدیث پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که نماز ستون دین است، یعنی هر که نماز را ترک کند دین خود را نابود کرده است. این حدیث نشان می دهد که نماز بینوان ستون و پایی اصلی دین است، بسیار اهمیت دارد و ترک آن زیان بزرگ برای ایمان یک شخص بود. عزیزان بیننده، پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می فرماید ترجمه، اولین چیزی که در روز قیامت از بنده مورد حساب قرار می گیرد نماز است. اگر درست باشد سایر اعمال نیز پذیرفته می شود و اگر فاسد باشد سایر اعمال نیز باطل خواهد بود. از این روایت در می یابیم که نماز معیار سنجش سایر اعمال است و ترک آن می تواند اعمال نیک دیگر را نیز به اثر کند. اگر بحث دنیاوی ترک نماز را به بررسی بگیریم، ترک نماز تنها آثار منفی در آخرت ندارد، بلکه در دنیا نیز بر روح و روان انسان تاثیر میگذارد. فردی که نماز را ترک می کند از آرامش معنوی و نورانیتی که نماز به انسان می بخشد محروم می شود. در روایت آمده است که کسی که به نماز به اعتنایی کند به سختی جان می دهد و در قبر نیز عذاب دشوار خواهد داشت. دوستان عزیز، در ادامه بیایید که کمی از سخنان ارزشمند
مرحوم دکتر ایاز نیازی را در مورد نماز بشنوه. صلوا كما رأيتموني أصلي، نماز بخوانین چه قسمی که مرا میبینین که نماز میخوانم. رسول علیه الصلاه و السلام وقتی که در نماز استاد میشدند فکر میکردین که او دیگه هیچ ارتباطی به این دنیا ندارد، خلاص. وقتی که فرضیت نماز در آسمان ها مقام و جایگاه نماز را ببینید دوستای عزیز، یگانه حکمی که در آسمان با پیغمبر علیه السلام فرض میشه، تمام احکام وحی شد در زمین، ولی فرضیت نماز در زیر عرش معلا صورت گرفت. در شبی که پیغمبر علیه السلام به معراج از طرف الله جل جلاله خواسته شدن، مقام نماز ببینید. صلوا كما رأيتموني أصلي، کدام وقتی کمک کار داشته باشیم یا نداشته باشیم به قسم نماز میخوانیم که گویا این که ما را کسی مجبور ساخته گیست و کسی با شلاق پشت سر ما استاد است. حالا زود بدو، همه کارمان براحت است، نمازمان در حالت دو. او بیادر اینمی لحظه است، تمام زندگیت یک طرف است. 5 دقیقه که در حضور رب العزت استاد میشه، اصلا به همه چیز خلق شده، ولا وقت نداشتیم نماز مان. ولی از خدا بگو در نماز مصروف ماندم، کار ماند، اینطور بگو در نماز مصروف شدیم، کار ماند، اینطور بگو. اگر مسلمان هستی چی تو حیا داری، چی تو بی حیا هستی که میگی والا در کار مصروف شدیم، یک چند تا میمانا بود نماز از پیشمان رفت. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یا تمثیل است یا به اساس عادت، نه به اساس عبادت. الله اکبر، دست چرا بلند میشه؟ الله اکبر، الله بزرگتر است از همه کائنات. خلاص پشت سر میاندازی تمام افکار جهان را، دنیا را، ریاست را، وزارت را، پول را، پولداری را، بانکداری را، تجارت را پشت سر میاندازی. الله اکبر، همه پشت سر. در اینجا پیش روی رب العزت استادستی، ان تعبد الله که انک تراه. در حضور پروردگار وقتی که استاد میشه به شکلی به الله سجده کن و نماز بخوان، گویا که الله را به چشم سر مشاهده میکنی. فإن لم تكن ترا، بلی تو الله را دیده نمیتانی، فإنه یراک، الله تو را میبیند.